کتاب مفاوضات، برنامه ای از دکتر سیروس مشکی. کتاب مفاوضات مجموعه است از پاسخ به پرسش‌های مربوط به مواضیع از قبیل دین و فلسفه. این کتاب برای نخستین بار در سال 1908 انتشار یافت. خانم لورا کلیفورد بارنی طی ملاقات‌های مکرر در عکا بین سال‌های 1904 تا 1906 پرسش‌هایی در خصوص مباحث فوق مطرح کرد که در انتها منتج به مؤلفه مزبور گردید. حضرت عبدالبها فرزند ارشد بنیانگذار دیانت بهایی حضرت بهاءالله می باشد که از طرف پدر به عنوان جانشین و مبین آثار ایشان منصوب گردیده است. مسائل تحت پوشش درباره خدا، تکامل انسان، جاودانگی روح، روابط روح و جسم، تناسخ و تواسخ و مسائل مربوط به ادیان دیگر است. تشریحات حضرت عبدالبها نخستین بار توسط منشی ایشان نگاشته شده و در سال 1908 به چاپ رسیده است. الله عباد دوستان عزیز، بسیار خوشبختم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما دوستان گرامی و عزیز هستم. ما به ادامه زیارت کتاب مفاوضات میپردازیم و در اینجا در امروز به فصل 28 میرسیم که هنوز در امتداد مباحث مربوط به دیانت حضرت مسیح هست. برای اینکه فصل 28 با اینکه فصل نسبتاً کوتاهی است، یک صفحه و نیم بیشتر نیست، اما دنیایی از مطلب مثل سایر مباحث و فصول این کتاب هست و مثل یک کپسولی است که بسیاری از مواد در او مندرج هست. بنابراین برای اینکه بهتر بتوانیم این فصل رو درک بکنیم، من لازم هست و اجازه میخوام که به چند اصطلاح مقدمتاً اشاره کنم و اگر دوستانی که مایل هستن یادداشت بردارن که بعد درک مفاد این مبحث راحت تر بشود. در اینجا من باید اشاره بکنم که ما در فلسفه اولا دو عبارت هست که دو واژه هست و دو اصطلاح هست که ما باید متوجه معانی اینها باشیم. این دو اصطلاح عبارت هست از قدیم و حادث. بعضی از امور میگن حادثه، به وجود آمده و از حادثه میاد، اتفاق افتاده، و امور دیگری هست که قدیمه. و قدیم یعنی آنچه که از ابتدا، از اول لاول الی آخر وجود داشته است. قدیم که در اصطلاح انگلیسیش هست پری اگزیستنس یا انشنت، در اینجا عبارت به دو بخش تقسیم میشه: قدیم زمانی و قدیم ذاتی. هر کدوم اینها یک تفاوت‌هایی داره. قدیم ذاتی اون چیز یا essential pre-existence یا قدیم ذاتی اون چیزی است که بدون علت به وجود آمده است، یعنی علتی برای وجودش ما نمیتونیم تصور کنیم که بگیم این باعث شده است که این عامل به وجود بیاد. بنابراین خودش وجود داشته همیشه. و قدیم زمانی، عرض کردم دو جور قدیم، قدیم ذاتی و قدیم زمانی. قدیم زمانی اون موجودی است که از لحاظ ذاتی قدیمه، یعنی بدون علت به وجود آمده است، اما شروعی نداره، زمان بر او نمیگذره، نه اولی داره نه آخری، بنابراین همواره وجود داشته، بی دلیل یا بی علت به وجود آمده. حالا نمیشه گفت به وجود آمده، بی علت وجود داره و همیشه هم وجود داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خالقش یا سازندش این بوده. اینو میگن قدیم. قدیم که هم
ذاتی است و هم زمانی. اون قدیم ذاتی آنی است که بدون دلیل و بدون سازنده به وجود آمده باشه، و قدیم زمانی آنی است که هیچ وقت اول و آخری نداشته باشه. قدیم زمانی رو در اصطلاح انگلیسی temporal pre-existence میگویند، temporal pre-existence. بنابراین ما باید بدونیم وقتی در این بحث و اصولا در مباحث فلسفی صحبت از قدیم می شود یعنی چی؟ اقسامش چیه؟ و در مقابل قدیم چی وجود داره؟ حادث. حادث یعنی اموری هستند که دلیل میخواد برای اینکه پیدا بشند، بی دلیل به وجود نمیان، و زمان هم داره چون به وجود میاد، بنابراین یک دلیل زمانی بوده که این وجود نداشته و بعد یه احتمالاً چون به وجود آمده در یه زمانی هم از بین خواهد رفت. بنابراین دو اصطلاح قدیم یا حادث رو باید در اینجا توجه داشته باشیم. از طرف دیگه دو اصطلاح دیگه ما داریم در امور معنوی و روحانی و فلسفی، و اون مسئله ملکوت هست و کائنات در مقابل هم قرار میگیره. ملکوت یعنی اونچه که مرحله سطوت و سلطنت ذات الوهیت هست، آن چیزی است که فراتر و بالاتر از درک و برداشت و شعور ما قرار میگیره، و کائنات موجوداتی هستند که به وجود آمدند و بنابراین در اون مرحله اولا و عالی و اعلا نیستند، بلکه کائنات میتونه از یک ذره ناچیز باشه تا بالاترین موجودی که ما میشناسیم به عنوان اشرف مخلوقات یعنی انسان. بنابراین ما اصطلاح قدیم رو داریم و حادث رو داریم و اصطلاح ملکوت و کائنات رو داریم. اما در فصل 29 حضرت عبدالبها علاوه بر اون تقسیم بندی قدیم به زمانی و ذاتی عرض کردم یعنی بدون علت، زمانی یعنی بدون زمان، چیزی که زمان بر اون نمیگذره، یک قسم سومی هم اضافه میفرمایند به قدمت یا تقدم یا قدیم بودن، و اون شرف هست، یعنی از لحاظ شرف داشتن، یعنی از لحاظ برتری داشتن و بالایی داشتن. میفرمایند که بعضی از امور اشرف هستند، از اشرف از شریف. شریف آن چیزی است که واجد شرف و واجد افتخار و گلوری هست به اصطلاح. اشرف اسم تفضیله، یعنی شریفتر یا شریف ترین، یعنی این بالاتر از اون هست. این رو باید بدونیم. چند اصطلاح دیگر هم در این فصل هست که مایلم قبلش خدمتتون بگم. مسئله اولا حادث هم در مقابل قدیم ما با زمانی داریم و ذاتی داریم. حادث ذاتی اون چیزی است که علت وجود لازم داره تا به وجود بیاد، و حادث زمانی، وقتی میگیم حادث زمانی یعنی که در یه زمانی نبوده، یه زمانی به وجود آمده و لاجرم یه زمانی هم از بین خواهد رفت. چهار اصطلاح دیگر در این فصل ما باش برخورد میکنیم. کلمت الله، میدونید کلمت الله یعنی واژه‌ای که مربوط به خدا هست، ولی یکی از صفات حضرت روح یا حضرت مسیح هست. وقتی در این فصل صحبت از کلمت الله می شود، منظور حضرت مسیحه. واژه‌ای داریم ظلوم با زین. ظلوم یعنی از ظلم میاد، یعنی جمع ظالمین، کسانی که ستمگر هستند و تعدی میکنند بر دیگران. واژه‌ای دیگری داریم به مفهوم جهول. جهول هم از جهل میاد، یعنی نادانان، افراد بی اطلاع و افراد به دلیل نادانی و جهلشون ستمگر میشن و ظلم میکنن بر بقیه. واژه تعدی داریم که اون هم یعنی ظلم و ستمگری. خب با این مقدمه اجازه بفرمایید که برویم به سراغ فصل 28 تفسیر آیه 5 از فصل 17 انجیل یوحنا. انجیل یوحنا همطور که عرض کردم انجیل جان
یا یوحنا یکی از اناجیل اربعه است، یکی از انجیل های چهارگانه است که در اونجا آیه ای هست که میگوید الان تو ای پدر، حضرت مسیح داره به خدای خودش میگه، به پدر آسمانی، و الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. در واقع سوال اینه که خب مقصود از این چیه که حضرت مسیح میگه پدرم مرا نزد خودت همون جلالی رو بده که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. یعنی چی؟ این رو حضرت عبدالبها بیان میفرمایند. جواب: تقدم بر دو قسم است. تقدم همون قدمت یا قدیم بودن که عرض کردم. تقدم ذاتی است که مسبوق به علت نباشد، بلکه وجودش به ذاته باشد، یعنی خودش به خودی خود وجود داره، متکی به خودشه، قائم به ذات. برای وجود داشتن یا به وجود آمدن احتیاج به امر دیگری یا علت دیگری نداره. مثلا آفتاب که روشناییش به ذاته است و در روشنایی محتاج به فیض کوکب دیگر، نه کوکب هم که یعنی انجم و ستاره. بنابراین آفتاب، خورشید، وقتی ما میگیم نمیتونیم خورشیدی رو تصور بکنیم که گرما و نور و حرارت نداشته باشه. خورشید یعنی یک شیء داغ نورانی گرم. بنابراین این روشنایی خورشید از او میتراود و ذاتی اوست. نمیتونیم خورشید رو بدون اون تصور کنیم. مسبوق به علت نیست، خود روشنایی ذات خورشیده. شما نمیتونید بگید که یه خورشیدی هست که حالا باید بهش نور بتابه تا روشن بشه. این ذاتن روشنه. این که ما در اصطلاحات عامیانه هم میگیم فلانی ذاتن آدم خوبیه، یعنی اینکه این اکتسابی نیست، کسب نکرده، بلکه در وجودش این تبلور داره و وجود داره. این روشنایی را ذاتی گویند. اما روشنایی ماه مختبس از آفتاب است. مختبس یعنی گرفته شده، اقتباس شده. در مقابل روشنی خورشید، ماه هم روشنه، ماه هم میتابه، اما خودش نوری نداره، یک کره سیاه و ساکت و سرده. اما اینکه نور میتاباند به جهان، به خاطر اون نوری است که از خورشید گرفته. بنابراین روشنایی ماه ذاتی نیست، از خودش نیست، محتاج یک علتی است که اون خورشید باشه، در حالی که برعکس خورشید نورش را از جایی نگرفته، بلکه از وجود خودش، ذات خودش روشنه. زیرا ما در روشنایی محتاج به آفتاب است، پس آفتاب در روشنایی علت شد و ما در روشنایی معلول. خب علت و معلول اینجا معلوم کردید. آن قدیم یعنی خورشید، قدیم و سابق. سابق یعنی از قبل وجود داشته، سبقت گرفته، پیشروی گرفته، پیشتر وجود داشته. آن قدیم و سابق و متقدم که باز یعنی همون جلوتر، و این یعنی ماه، مسبوق یعنی از اون سبقت گرفتن، یعنی چیزهایی هست که از این جلوتر هست، و متأخر و بعدن آمده. خورشید قدیمه و ماه، اما این قدیم که ما میگیم این قدیم ذاتی نیست، قدیم زمانی رو داریم میگیم. یعنی ما میتونیم، نمیگیم که خورشید از ابتدا وجود داشته، از اول لاول، بلکه میگیم خورشید احتیاج به زمان، احتیاج به علت به وجود آورنده اون گرما و حرارتش نداره، قدیم زمانیه، در حالی که ماه حادثه، به خاطر اینکه نورش رو از خورشید میگیره، احتیاج به علت داره برای اینکه وجود داشته باشه. بدون نور خورشید از خودش نوری نداره. نوع ثانی قدم زمانی است. قدم همون یعنی قدیم بودن،
قدم زمانی و آن لا اول لا اولون له است. لا اولون له یعنی هیچ اولی، هیچ بدایتی برای اون وجود نداره و حضرت کلمت الله مقدس از زمان است. حضرت عیسی زمان بر او نمیگذرد، برای اینکه ایشون قدیم زمانیه. زمان گذشته و حال و آینده کل به نسبه به حق یکسان است. دیروز و امروز و فردا در آفتاب نیست. ببینید همونطور که ما تشبیه میفرمان که خورشید این نوری که داره، گرمایی که داره، دیروز و امروز و وجود نداره، زمان وجود دائم داره میتابه، دائم این گرما رو داره. یعنی تا خورشید وجود داره ذاتش نورپاشی و گرما ایجاد کردنه. در ذات الهی هم همینطوره، زمان وجود نداره در ملکوت و در کائنات. البته فرقش این است که خورشید به عنوان یه جسم قدیم ذاتیه ولی قدیم زمانی نیست، یعنی علتی از زمانی بوده که نبوده یا زمانی خواهد بود که نخواهد بود. بنابراین قدیم ذاتیه اما قدیم زمانی نیست، در حالی که ملکوت الهی و آنچه که کلمت الله یعنی حضرت مسیح هم به او تعلق داره هم قدیم ذاتیه هم قدیم زمانی. حالا اینجا نوع سوم رو از عبدالبها اضافه می‌فرمایند. همچنین تقدم یعنی قدیم بودن از جهت شرف است، یعنی اشرف مقدم بر شریف است. پس حقیقت مسیحیه که کلمت الله است، البته من حیث ذات و صفات و شرف مقدم بر کائنات است. حقیقت مسیحیه که کلمت الله است. بنابراین حقیقت دیانت مسیح رو بخوام پیدا کنیم باید ذات حضرت عیسی رو بشناسیم، وجود حضرت عیسی رو بشناسیم، اون روحانیتی که در او به تبلور نهاده شده. و در اونجا میفهمند که این لا اولون له هست، هیچ اولی براش نیست، مقدس از زمانه، زمان بر او نمیگذره. و البته این رو میفهمند در شرف حقیقت مسیحه که کلمت الله هست، یعنی که اون جوهر وجود حضرت مسیح زمان نداره، همیشه بوده و در ملکوت تعلق داره، وگرنه جسمشون فرق میکنه. جسمش وقتی که اون جوهر الهی آمده در تجسد پیدا کرده و قالب بشری گرفته. بنابراین من حیث و ذات و صفات یعنی از جهت آنچه که خودش هست و از جهت صفاتی که داره حضرت مسیح و شرف و به خاطر برتریت و علویتی که داره، برتری که داره، مقدم بر کائنات است، یعنی قبل از سایر موجودات به وجود آمده. چی؟ او ذات حقیقت مسیحیه، برای اینکه او ذاتی است که از ملکوت سرچشمه گرفته. بنابراین قبل از اینکه کائنات و موجودات دیگر به وجود آمده باشند اون حقیقت وجود داشته. و کلمت الله پیش از ظهور در هیکل بشری در نهایت عزت و تقدیس بود و در کمال جمال و جلال در اوج عظمت خیش برقرار. این قبل از اینکه به زمین بیاد و به صورت انسانی ظاهر بشود. و چون کلمت الله یعنی حضرت مسیح، یعنی اون روح الهی که در این شخص نهفته است، از اوج جلال به حکمت حق متعال در عالم جسد اشراق نمود، به واسطه جسد تعدی بر کلمت الله شد. به خاطر اینکه ایشون به صورت انسانی در آمد تبدیل شد به یه کسی که مورد اذیت و آزار قرار بگیره، وگرنه ذات الهیش و اون حقیقت روحانیش برتر و بالاتر و شریفتر و بالاتر از همه چیز بود. اما وقتی که در جسد انسانی قرار گرفت، این جسد مورد ظلم قرار گرفت، چنانچه در دست یهود افتاد و اسیر هر ظلوم و جهول گردید. هر کسی که ستمگر بود و نادان بود شروع کرد به اذیت و آزار حضرت عیسی و عاقبت مصلوب شد. این است که خطاب به حق می نماید که مرا از قید عالم جسد آزاد فرما و از این قفس برهان.
به خاطر گرفتاریایی که برای ایشون ایجاد کردن آدمهای نادان و ستمگر، حضرت مسیح به حق رو میکنه و میگوید که منو از این قفس آزاد کن، منو از این اذیت آزار رها کن تا به اوج عظمت و جلال صعود نمایم و آن عزت و تقدیس سابق پیش از عالم جسد یابم و در جهان باقی شادمانی کنم و به وطن اصلی عالم لامکان، به وطن اصلی عالم لامکان ملکوت پنهان صعود نمایم. یادتون باشه بحث ما در مورد آیه پنجم فصل 17 انجیل یوحناست که حضرت مسیح میگوید الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. سوال منظور چیه؟ میفرمایند که این قدیم و حادث رو توجه داشته باشی، ایشون من حیث جسدش یک امر حادثه، یک امریست که علت داشته به وجود آمده و زمانی هم از بین میره، زمانی نبوده و زمانی، ولی به جهت اون حقیقت جوهر اصلیه که از ملکوت الهی در او دمیده شده و به صورت یک جسد در آمده، این میتونه به اون عالم بالای خودش برگرده و اینجا داره حضرت مسیح شکایت میکنه از ظلم و ستمی که به او شده توسط افراد جاهل و نادان و به پدر آسمانی خودش میگه که مرا از این قفس برهان تا به اوج عظمت و جلال صعود نمایم و آن عزت و تقدیس سابق پیش از عالم جسد یابم و در جهان باقی شادمانی کنم و به وطن اصلی عالم لامکان ملکوت پنهان صعود نمایم. پاراگراف پنجم هستیم. چنان که ملاحظه گردید که حتی در عالم ملک یعنی انفس و آفاق، بلکه نقطه تراب عظمت و جلال حضرت مسیح بعد از صعود ظاهر شد. در عالم ملک، چون می‌فرمایند در عالم ملکوت که در اوج تقدیس و تنزیه و علو مقام بود حضرت مسیح، وقتی که به صورت جسد در آمد در این عالم، حتی در عالم ملک، در این عالم کنونی هم، یعنی انفس و آفاق دور دنیا، در سراسر دنیا، بلکه نقطه تراب، تراب یعنی خاک، یعنی در این زمین خاکی حتی اون عظمت و جلال ایشون رو وقتی فهمیدن که ایشون رو مصلوب کردن و به سلاب کشتن. چون اگر در زمان حیاتش فهمیده بودن که ایشون چه مقامی داره، چه منزلتی داره، چه مأموریت بزرگی رو داره برای عالم انسانی انجام میده، که هرگز همچین جسارتی نمی کردن که ایشون رو به شهادت برسونن. بنابراین اون جلال و شکوه ایشون در این عالم خاکی بعد از اینکه ایشون صعود کرد، بعد از اینکه به شهادت رسوندن، تازه مردم فهمیدن که ایشون چه مقامی داشت. و این نشون دهنده اینه که اون نور و حرارت ذاتی که در وجود ایشون بوده، یعنی اون روحانیتی که بوده، به خاطر جسد نبوده. به عبارت دیگه یک انسان عادی نبوده که اگر کشته بشه یا از بین بره دیگه فرقی وجود نداشته باشه و کسی نفهمه که چه کرده. ایشون به خاطر اون انوار الهی که از ملکوت در او دمیده شده بوده، وقتی که جسدش از بین میره، تازه اون عظمتش معلوم میشه. عظمت و جلال حضرت مسیح بعد از صعود ظاهر شد. زمانی که در عالم جسد بود، در تحت تحقیر و توهین از اف اقوام عالم، یعنی یهود بود. از اف باز اسم تفضیله، یعنی ضعیفترین، ضعیفترین اقوام عالم. خب به خاطر اینکه به یهودیان خیلی ستم شد در طول تاریخ و خیلی ظلم شد و همیشه ملتی باقی ماندن که در تحت ستم و ظلم بودن و به همین دلیل حکمان فقط ضعیفترین اقوام عالم، یعنی یهودیان هم که این همه به اونها ستم و ظلم شده بود، به خاطر اینکه حقیقت حضرت مسیح رو درک نکردن یا تشخیص ندادن، آمدن ظلم خودشون رو متوجه حضرت کلمت الله یا حضرت روح یا حضرت مسیح کردن و در نتیجه باعث شدن که میدونید که تاج خار گفتن تو اگر سلطان این عالم هستی تاجت کو، بیا ما تاج بر سرت میذاریم و یک
به مسخره یک تاجی از خار درست کردن، بر سرش گذاشتن، صلیبی رو که ساختن بر دوش نحیف هیکل متحر حضرت مسیح قرار دادن و مجبورش کردن که از تپه جلجتا بالا برود، صلیب رو با خودش حمل بکنه در حالی که اون تاج خار بر سرش بود و کودکان به او سنگ بزنن و اهانت بکنند. و در می‌فرمایند زمانی که در عالم جسد بود، در تحت تحقیر و توهین از اف اقوام عالم یعنی یهود بود، بر تاج مبارک، بر تارک یعنی فرق سر، تارک مبارکش تاج خار سزاوار داشتند. اما بعد از صعود تاج‌های مرصع جمیع ملوک خازه و خاشه آن تاج خار گردید. مرصع از ترسیع میاد، ترسیع یعنی جواهر نشاندن، جواهر کاری کردن. ما در خانم های ایرانی یک غذایی هم درست میکنن، مرصع پلو، برای اینکه رنگی هست، انواع اقسام خوردنی ها روش هست، به همین دلیل بهش میگن مرصع پلو، یعنی جواهر نشان، مثل یک شیء است که پر از جواهر، جواهرهای به رنگ های مختلف و میدرخشه. بنابراین تاج مرصع تاج رنگینه، تاجیه که جواهرهای مختلف بر او هست و بسیار زیباست. میفهمند بعد از صعود، چون در زمان حیاتش تاج خار بر سرش گذاشتن، اما بعد از اینکه صعود کرد ایشون و از این عالم درگذشت، تاج‌های مرصع جمیع ملوک، پادشاهان و کسانی که تاج‌های جواهر نشان بر سرشون داشتند، خازع و خاشه آن تاج خار گردید. یعنی در مقابل اون تاج خاری که بر سر این مرد گذاشتن، همه اونها خازع و خاشه شدن، سر فروتنی پایین آوردند و پذیرفتند که این سلطان واقعی هست. بالاخره در پاراگراف ششم می‌فرمایند ببین که کلمت الله در آفاق نیز چه جلالی یافت. کلمت الله یعنی اون روح حقیقت مسیحیه، یا اون وجود نازنین، اون ملکوتی که در هیکل عنصری حضرت مسیح اشراق کرده بود، طلوع کرده بود، که در این عالم در اون زمان گرفتند و این بلایا رو بر سرش آوردند. بعد از اینکه صعود کرد، چه قدرتی پیدا کرد، چه عظمتی در سراسر عالم پیدا کرد، پادشاهان عالم و ملوک عالم سر تعظیم فرود آوردن بر سر او، و کلمت الله در آفاق هم عظمت پیدا کرد. اون عظمتی رو که در ملکوت داشت، بعد از صعود در عالم جسد و در عالم انسانی و در کائنات هم پیدا کرد. بنابراین این که می‌فرمایند آیه انجیل یوحنا، الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم، این ترکیب و تفکیک رو که بکنیم از ملکوت و از کائنات و از قدیم، قدیم ذاتی و قدیم زمانی و قدیم شرفی، متوجه میشیم که چه جلال و ملکوتی، چه جلالی حضرت مسیح در عالم ملکوت داشته، به صورت عنصری و هیکل انسانی در میاد، مورد اهانت قرار میگیره، میگه خدایا من از این قفس آزاد کن، دوباره برگردون به اون جلال و عظمتی که نزد تو داشتم. امیدوارم که بیان قاصر من گویا بوده باشه و کمکی کرده باشه برای درک بهتر این فصل بسیار عمیق، بسیار زیبا و بسیار فلسفی. من فکر میکنم که ما از مباحث مربوط به دیانت حضرت مسیح یک فصل دیگه داریم که هفته آینده من راجبش صحبت خواهم کرد، و بعد از آن میپردازیم به سایر مسائل فلسفی که در کتاب مستطاب مفاوضات مطرحه. همطور که در ابتدای این گفتارها عرض کرده بودم، فلسفه یا مابعد و فلسفه‌ای که مربوط می‌شود به مابعد و طبیعه عبارت است از
سه موضوع داره. ما در فلسفه خدا، انسان و طبیعت رو نگاه میکنیم و از دید، نه از دید هنری، ادبی یا علمی، بلکه از دید مابعد و طبیعه، آنچه که خارج از عالم فیزیک و طبیعت هست و بنابراین مسائل بسیار دلنشین و بسیار زیبا و عمیق و جذابی ادامه داره در فصول آینده که انشاءالله در خدمتتون به اونها خواهیم پرداخت. تا دیداری دیگر، روز روزگار خوش.